سلام، به آخر خط خوش آمدید. گزارش تازه ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان چرا نگرانی ها را پایانی نیست؟ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با نگرانی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در گزارش تازه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که اقدامات و سیاست های حکومت سرپرست وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بدتر ساخته و برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان و منطقه به اقدام فوری نیاز است. آقای بنت بار دیگر از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل انتقاد کرده، گفته که از سرگیری آموزش دختران در افغانستان ضروری است. این در حال است که حکومت سرپرست همواره گفته که نگرانی ها در پیوند با وضعیت حقوق بشری در افغانستان بیجاست و حقوق مردم بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. حال پرسش این است که گزارش تازه بنت بلنگری چیست؟ آیا وضعیت حقوق بشری نسبت به گذشته بدتر شده است؟ تقابل میان نهادهای حقوق بشری و حکومت سرپرست تا چه زمان ادامه می‌یابد؟ در شرایط فعلی به کدام اقدام‌ها نیاز است؟ مجمع عمومی سازمان ملل چی کرده می‌تواند؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می‌پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، سید جعفر عادلی حسینی، عالم دین و عبدالجمیل شیرانی، فعال سیاسی، با ما در این برنامه است. مهمانان عزیز، تشکر که در این بحث حاضر شده. این میخوایم بحث را با آقای دهزاد آغاز کنم. آقای دهزاد، فکر میکنین که گزارش تازه ریچارد بنت بیانگر چیست؟ تشکر از شما. من نخست از همه سلامای گرم خدا به مهمانان عزیز شما و شخص شما و بیننده های محترم تلویزیون وزین نور تقدیم میکنم. البته گزارش را که دیروز آقای ریچارد بنت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، بیان تداوم حالت عصبانی در داخل افغانستان است که در طول دو سال روز به روز تداوم پیدا میکنه. نه تنها دستگیری ها تداوم پیدا کرده، بلکه ترور های هدفمند، دستگیری فعالین حقوق زنان، تداوم منع استفاده از یا حق استفاده از تحصیل و کار و ده ها محدودیت های دیگه که متاسفانه از جانب حکومت طالبا، ادارات مختلفی مربوط به طالبا واقع میگردن. این باعث از این شده که آقای ریچارد بنت یک بار دیگر سر مسئله تاکید بکنه که وضع حقوق بشر در افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره و وخیم شدن حقوق بشر در افغانستان یا نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و همچنان جنایات علیه بشریت که هر کدام از او در افغانستان در طول دو سال اخیر تداوم پیدا کرده، مایه تأسف بسیار عمیق و مایه تشویش جامعه بین المللی و ملل متحد به خصوص شخص رابرت بنت است که او گزارشگر حقوق بشر افغانستان است. در پالی از او گزارش هایی که از طرف اوناما ارائه شده بسیار وسیع است و فاکت های زیاد در مورد نقض حقوق بشر، در مورد کشتار هایی که در طول دو سال صورت گرفته، کشتار های فراقانونی و شکنجه هایی که در زندان های استخبارات طالبان واقع میشه، در این گزارش از آنچه مستند و واضح است از کشتار شکنجه 800 نفر از قربانیان نام گرفته شده. البته هر کدام از اون چیزایی که آقای دهزاد، حالا همواره حکومت سرپرست رد کرده این اتهامات را و گفته که شایعه پراگنی است، پروپاگاندا خوانده. حالا بیانگر چیست؟ بله، بنت همیشه گزارش های یک رنگ را میکنه، یا کدام تغییرات دیده نمیشه در گزارش هایش؟ طبعا در گزارش از نو تغییر دیده نمیشه، ولی در ارقام تغییر دیده میشه. ارقامی که در مورد نقض حقوق بشر، زندانی ها، دستگیری ها،
در هر مرحله ای که در هر 6 ماه گزارش را همیشه لیست های نقض حقوق بشر، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی طولانی تر شده میره. طبعا کنا جامعه جهانی را پیوسته تاکید سرش میکنند که باید اقدام صورت بگیره. و از دیدگاه ما به حیث یک شاگرد حقوق طبعا که تداوم چنین حالت میتونه بیشتر به فقر، بیشتر به بی‌ثباتی و بیشتر به انارشیسم جامعه تبدیل شود که عاقبت های بد را در قبال داره. و ما این تجربه در 45 سال آخر در موجودیت 11 یا 12 رژیم سیاسی در افغانستان که یکی پای دیگر رد و بدل شد دیدیم. و هر کدام زمانی که از بین رفتن یک انارشی بزرگ که از او جامعه افغانستان شدیداً آسیب دیده امو تداوم پیدا میکنه. طبعا که حکومت طالبا به صورت قطع تا بال اعتراف به این نکرده و این یک مشکل است. مشکل به این است که حکومت طالبا در تمام موارد انکار میکنن از آنچه واقع میشه، اما گزارش های مستند دقیق هر روز جمع‌آوری میشه و اینا و اونما دلایل خود را یا لست طویل را که از واقعات افغانستان میتن اونا نیستن و این گزارشات برای نهادهای افغانی، برای حقوقدانان بگوییم یا متخصصین بگوییم یا نهادهای اجتماعی که فعال هستن در خارج افغانستان، در داخل افغانستان، اینا همش روزانه گزارشوار میرسن و کتمان این موضوع با کمال تأسف و انکار از موضوع کار است که طالبان در 2 سال اخیر کردن و گفتن همه چیز گل و گل. بفرمایید صحبتان تکمیل کنند ازاد صاحب. اساس حقوق بشر اینا تحقیق کردن فقط سر بر بنیاد مسائل اسلامی که ممنون. همش موهوم گم هستن. بعد باشد تشکر آقای حسینی. تحلیل شما از گزارش ویژه سازمان ملل چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم حضور شما و همینطور مهمونان عزیزی که در این برنامه هستند و شنوندگان بینندگان محترم این برنامه. حقوق بشر در افغانستان موضوع بسیار بحث برانگیز است. این یک چیز جدید و تازه نیستند، مخصوصا پس از به قدرت رسیدن طالبان در دور قبل و در دور فعلی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده و آخرین بارم که دیروز بود ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اظهار داشت و نگرانی خود اعلان کرد که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرستی در کشور این چندمین بار است که حکومت سرپرستی را انتقاد میشه که به نقض گسترده حقوق بشر اینا دست میزنه و متهمی به نقض بشر است. این گفتگوی تازه و جدیدم نیستم. این نکته را عرض کنم که افغانستان در قوانین نافذه این کشور، مخصوصا قانون اساسی افغانستان که از یک چارچوب قوی حقوق بشر برخوردار بوده که این کشور از ثور 1366 سال 1366 روز کمیسیون ملل متحد علیه شکنجه شد. لایحه حقوق در فصل 2 قانون اساسی افغانستان ذکر شده. آنچه که ما در گذشته میبینیم در دوران ظاهرشاه نسبتاً بد نبوده و بعد در سال 1357 بعد از او که احزاب چپی خلق برچم قدرت را در حال حاضر آقای حسینی چرا حکومت سرپرست شما گفتن متهم شده به نقض حقوق بشری که همواره رد کرده او را، شما چگونه ارزیابی میکنین؟ یک بار دیگه شما سوال خود دارید، چون من میخواستم با این مقدمه به اون پاسخ اولی شما داشته باشم، حالا شما دوباره تکرار کنید. فرصت کم است آقای حسینی، اگر وضعیت فعلی را صحبت بکنیم و گزارش که سازمان ملل ارائه کرده و حکومت سرپرست همواره او را رد میکنه، حالا این گزارش چقدر واقع بینانه است؟
بله، سازمان ملل مثل ده ها بیانیه دیگه که داشته تا هنوز صرفا با همین بیانیه ها اکتفا میکنه و یه اجرایی نیسته. اینا دنبال روی سیاست قدرت های کلان هسته و ما فکر میکنیم که این چندمین باره که یه موضوع را اتهام میزنه. اون طرف هم دولت سرپرستی امارت اسلامی هم میره رد میکنه. بنابراین من این خیلی اجرایی نمیدانم، متاسفم از این بابت. بله آقای حسینی، حالا نقض حقوق بشری که جهان همواره برای او تاکید دارد، چرا مسئله پیچیده و مبهم است؟ اصلا در کل دنیا جهان میشه که را تحلیل کرد که متاسفانه همیان در بسیاری از کشورها اطفال، زنان، مردان، افراد ملکی کشته میشه و همینطور در افغانستان هم همینطور در گذشته هم بوده، فعلا هم بوده و این ادامه هم خواهد داشت. من فکر میکنم که بازی های پشت پرده یه و کسایی که این حاکمیت به همین جا رسانده یقینا اینا چی نمیتونه تصمیم نمیگیره و الا اگر تصمیم گرفته شده سازمان ملل به عنوان یک در همون فیصله های قبلی یا گزارش های قبلی خود اقدام عملی میکرد. بله، یعنی واقع بینانه نیز در کل؟ نه نه، اینا خلاف واقع میکنم. تشکر، سپاس. شیرانی صاحب، سازمان ملل گزارش وړاندې کړی، ویلي د حقوق بشر بدتر سوی ده او نور موارد هم ذکر کړي دي. حسینی صاحب وایي حقیقت نه لري، ولې د عزت صاحب وایي چې دا شیان شتون لري په سرپرست حکومت کې. تاسو تحلیل څه شی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، تاسو ته محترم بهزاد صاحب، محترم حسینی صاحب ته او د نور تلویزیون له طریقه ټول افغان او مجاهد ولست سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. راځو دې ته چې دا ملګرو ملتونو یا د بشري حقوقو د سازمان رجارد بینټ د کوم اوسنی هغه چې وړاندې کړی دی ګزارش یا راپور چې دوی وړاندې کړی دی ملګرو ملتونو اسمبلۍ ته یا سازمان ته، دا اکثره وخت چې دوی د خپل د اسلامي امارت د راتګ سره تر اوسه پورې شاید آینده کې هم د دوی دغه ګزارش یا د راپور په اسناد برابر نوی د دوی گزارش هغه سي نواقض لري، لکه دوی چې خپل د افغانستان اسلامي امارت اشاره کوي دوی خپل په دغه نقص کې دوی متهم دي، ځکه چې دوی اکثره وخت دغه گزارش غیر واقع بینانه وي، غیر عقلاني وي، غیر اصولي وي، یعنی پر اصول بنا نه وي، په سند بنا نه وي. دوی همیش له خپل ځان له خپل ګیډې یو څه جوړوي، هغه بیا ملګرو ملتونو اسمبلی ته وړاندې کوي. کور دوی خپل نقض د حقوقي بشر کې د یو نقض د حقوقي بشر هغه وخت کیږي چې کله ته یو سند جوړوي، یو گزارش په چا جوړوي، یو لوی راپور جوړوي ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي، ته به دغه اسناد ډیر وڅېړي، ځکه یوناما دلته په کابل کې دفتر لري، ملګرو ملتونو دفتر لري. دوی کولی شي چې د افغانستان کوم گزارش چې د اسلامي امارت په هکله لیا د زندانونو په هکله لیا د ښځو په هکله لیا د همداسې د تعلیم په هکله چې دوی وړاندې کوي، دوی باید له نږدې نه راشي دوی دلته، ځکه د افغانستان فضا اوس ټول افغانستان ساحه ټول ولایت ټول جغرافیه په امن ده. نو کله چې یو ساحه کې امن وي، امنیت وي، خارجیانو د پاره ستونزې نشته، د داخله او ممانعت هم نشته، ورته شته راسي او هلته لاړ سي او زندانونه له نږدې نه وګوري. دا کوم راپور چې خلک تا ته درکوي لیا د فیسبوک له طریقه لیا له نورو طریقو لارو نه، ته باید خپله دغه گزارش په خپله مستند جوړ کړي، وګوري، وویني او د حکومت چارواکي له تا سره په دې گزارش کې یو ځای وي او هغه حتی هم قناعت ورکړي او ته خپله هم قناعت ورکړي، بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې. دوی همیشه دا چې دوی راغلي دي، د دوی ګزارشونه چې دوی وړاندې کړي دي ټول په حقایقو بنا نه دي، ځکه دوی همیشه دروغ وایي، همیشه د دروغو پرګراغه جوړډنډوره جوړوي. همیشه دوی دا ګوره، تاسو وګورئ د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره حقوقي بشر تعمین شوی دی. سل فضا ګوره، یو حقوقي بشر نه دی چې پخوا به په افغانستان کې د ورځې په سلګونو کسان وژل کېدل، د خلکو وینې به تویدې، د خلکو عزت به پایمالېده، د خلکو
او په خلکو به وحشت او په خلکو به بربریت او هغه ته څوک اشاره نکوي چې امنیت ته سوکالی ده. نو بل دا دی چې ګوره تاسو وګورئ په افغانستان کې اسلامي امارت به بار بار دا خبره کړې ده چې تاسو راشئ زموږ زندانونه وګورئ. زموږ په زندانونو کې یو سیاسي بندي نشته، یو سیاسي بندي نشته. او کوم گزارش دی ورکوي چې دومره کسان وژل شوي دي، دومره نیول شوي دي او د ښځو پاک تاسو ګوره دغه هغه اسلامي امارت چې همیش دوی په دې باندې تاکید کوي او په دې چې د اسلام حقوق چې دي، د اسلام د حقوقو تر هغه لاندې کم چې د نر دي او که د ښځې دي، ټول حقوق به انشاءالله اول خو سل فصله که نوي 80% ورکړل شوي دي. دغه یو څه مشکلات یا ستونزې چې دي هغه هم موقتي دي، که هغه د تعلیم په هکله دي، که هغه په نورو ارسو کې دي، د کار په حیسه کې دي، د ښځو نور خو دغه گزارش همیش دپاره منفی ګرایي کوي، همیش دپاره منفی تبلیغات کوي، همیش دپاره مثبت ټکي تا یو په دې گزارش کې یو مثبت ټکی راوښه چې دوی وړاندې کړی وي، یو مثبت ټکی، ټول منفي ټکي. ګوره دوی د اهل تشیع وروڼو پاک لیکي دغه منفیګرایي ته څه ګټه ورسوي؟ هغو دوی ته څه د منفیګرایي بل څه دوی څه سوال نه لري. دوی اوس نړۍ ته څنګه وایي؟ دوی نړۍ ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې تاسو د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پېژنئ؟ نو دغه د ناروا دروغجن گزارشونه دوی جوړوي چې نړۍ ته دا وښیي چې دلته ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی، دلته د خلکو حقوق نه ورکول کېږي. تاسو فکر وکړئ دوی یو راپور کې ویل چې د اهل تشیع وروڼو په د عاشورا په مراسمو کې ما کله چې د عاشورا سکل عاشورا تیره سوه د اهل تشیع د علماو راپورته حتی زموږ امنیتي ځواکونه دوی تقدیر کړه، دوی ته یې تقدیرنامې ورکړې، د اهل تشیع علماو ورکړې، د اهل تشیع وروڼو ورکړې. هغې وویل چې په تاریخ د افغانستان کې دومره په امنترینه عاشورا موږ نه ده تیره کړې لکه سکل چې موږ تیره کړې. خو دوی څه کوي؟ دوی دغه ځای ته اشاره کوي چې هغه خپله مخکې له مخکې دوی وي دروغجن دروغ وایي، حافظه نه لري. دوی مغه مخکینی راپور ته فکر نه کوي چې خپل اهل تشیع ورونو زموږ علماو د اهل تشیع ورونو د دې دغه امنیتي تا په خپل لیدلی چې دغه امنیتي ځواکونه تقدیر کړل، تقدیرنامې ورکړي چې زموږ سکل دومره پرامن، دومره با مسئولیت، دومره امنیتي حالت ښه و چې په تاریخ د افغانستان کې نه دی نیول شوی. نو راځو دې ته چې د دوی د گزارش همیشه په دروغ و بنا دی، حقایق نه لري. او بل د اسلامي امارت د ویان خبره هم ډېره د تایید وړ ده، ځکه چې دوی وایي چې ګورئ دوی همیش راځي، دوی په دروغ باندې دغه راپور جوړوي، په دروغ له ځانه یې جوړوي. دوی اسناد نه لري، دوی مستند سند نه لري. دوی د په سلو اته سوه کسانو نه نه لس کسان ته وښیي سند دی وړاندې کړي چې دا کسان نیول شوي، تشکر شیرانی صاحب، بیا برای وګرځو تاسو ډېره مننه شیرانی صاحب. دهزاد صاحب، حالا تقابل نهادهای جهانی حقوق بشری و حکومت سرپرست تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ و آقای شیرانی هم میگه که گزارش پروپاگند از دروغ از غلط است، آقای حسینی هم به این باور است که چندان قابل اعتبار نیست. حالا تحلیل شما چی است؟ تشکر. ببینید، ما باعث یک شاگرد حقوق و باعث کسی که بر بنیاد سند اسناد که ارائه میشه به او متکی هستم. ما قسمت اعظم گزارش که اوناما مطرح کرده اونا رو کاملا ثقه و دقیق میدانم. ما بر شما چند مثال میدم. روی چی ثبوت آقای دهزاد؟ بله؟ روی چی ثبوت او را سخه و دقیق میدانین؟ ما برتون گزارش که چند نکته را برتون به عنوان مثال میگم. ببینین، در حق بشر مسئله حق تحصیل زنان و دختران این یک چیز واضح است که در افغانستان از دو سال به این طرف منع شده و بر از او وعده گل وقت گل نی داده میشه که باز میشه. شما دو سال دختر و زن جوانه از مکتب و از تحصیل محروم میکنی، این خودش یک واقعیت است، از این چیو نمیتون انکار کرد. دوم، در این سند گفته شده که کیها در کدام زمان روزش گفته شده که دستگیر شدن. به طور مثال از شاگردای یا مسلین یکی از ولایات شمال که اونا موسیقی شنیده بودن مورد لاتکوب قرار گرفتن، تاریخش گفته شده در کدام روز. چند جوانه که در بدخشان ریشت راشیده بودن، روزش، تاریخش گفته شده که اونا مارد لطکوب و بعدا زندانی شدن. زندانی شدن
فعالین حقوق زنای افغانستان ایجا نامهایشان گرفته شده، تاریخ که اونا دستگیر شدن ایجا وجود داره. در پهلوی از او اسناد و واقعیت هایی که غیر از این گزارش اگر ما ببینیم، شما از این کار نکنید که او سرباز سابقه که با اطمینان از ایران به افغانستان میاد، در اولین روز کشته شد. طالبان در چندین موارد نظامی سابقه دستگیر کردن، بعد به فامیلش کردن که در محضر خانم بله آقای دهزاد شیرانی صاحب میگن این گزارش که تهیه میشه، با معذرت آقای دهزاد، همین گزارش که نهادهای جهانی، نهادهای سازمان ملل ارائه میکنه و میسازه تهیه میکنه، حالا شیرانی صاحب میگه بین به افغانستان ببینن عملا ثبوت بکنن و بعد از او ارائه بکنن تا قابل اعتبار باشه برای مردم افغانستان. ببینین، یکی در سطح تفکر عام است که یک نفر داخل افغانستان میشه، همه جای امنیت است، کسی پرسان نمی کنه. اما در عقب پرده شما از زندان های مخفی استخبارات طالبان باید یادآوری کنین که در کجا حاضر هستند که این زندان های سیاسی را به مراجع بین المللی بله آقای شیرانی میگه آقای بیزار مثل از این آقای بیزار در ها و صدها موارد دیگه است که نامستند هستند. متاسفانه که تفکر آمه آقای بیزار شیرانی صاحب میگه که یک زندانی سیاسی وجود نداره در افغانستان. بله، اگر میگن که یک زندانی وجود نداره، امی چند زنه که امی خانمه که در امی اواخر دستگیر شد، خانم صدیقی، کسی به نام خانم صدیقی است که دمی اواخر دستگیر شدن، خانم منیجه صدیقی نامشان است. نادای مدنی گفتن که دستگیر شده، فامیلش گفتن که بله تایید کردن که دستگیر شده از طرف طالبا. اما مشکل در این است که طالبا میگن که فعلا تا 13 یا 17 هزار زندانی داره که اونا در محابس به جرمای جنایی دستگیر شدن، اما محابس مخفی وجود داره که ایره هیچگاه طالبا اعتراف نمیکنن، اعتراف نکردن و کسایی هستن که سرنوشتشان معلوم نیست و در پالوز اینا از حق داشتن یک پروسه حقوقی که عبارت استفاده از یک وکیل مدافع است، استفاده از یک مجرا یا روند قانونی، چون قانونی وجود نداره، روند قانونی در یک محکمه، اینا از همه چیز محروم هستند. به این ترتیب سرنوشت گنگ، انکار از واقعیت هایی که در افغانستان روزانه به وقوع می پیوندند، طبعا که کار است که طالبان در طول دو سال انجام دادن متاسفانه و اعتراف به او نمی کنند و این یک چیز از حرم نشمس است. بله آقای دهزاد، بله در سوی دیگر در شرایطی که حالا بنت اشاره کرده بر او در گزارشش گفته که سازمان ملل باید اقدامات فوری انجام بده، فکر میکنه هدف از سازمان ملل چی خواهد بود؟ اقدام فوری چی خواهد بود؟ خب اقدام فوری طبعا که مردم افغانستان نمیخواد که افغانستان باز هم به طرف یک بحران بزرگ دیگه بره به صورت قطع، اما فشارهایی که از جانب ملل متحد با قطعنامه واضح و روشنه که از طرف شورای امنیت ملل متحد پیرامون موضوع باید صادر شود و دولت‌های بزرگ جهانی که سر مسائل منطقه وی افغانستان نفوذ دارند و در چارچوب سیاست‌های که اونا سیاست‌های نامشروع و سیاست‌های گنگ و پیچیده استراتژیک در منطقه دارند، اونا در یک تعاملات غیر مشروع قرار دارند با حکومت پاکستان و احتمالاً مسائل مخفی که در خود قرارداد دوحه وجود داشت پیرامون صلح افغانستان، باید یک اقدام صورت بگیره، فشارها، نشست‌های دیپلماتیک و خود طالبان باید حاضر به این شوند که در این نشست‌های دیپلماتیک سهم فعال بگیرند و همکاری به مللی را برمی‌گردند. تشکر آقای حسینی. حالا این معضل یا چالش حقوق بشری که امارات جهان بر او تاکید داره و گزارش هایی که سازمان ملل ارائه میکنه توسط حکومت سرپرست رد میشه و میگن پروپاگاندا است، شایعه است، حالا چیگونه این معضل باید حل شود؟ از چه راهه؟ خدمت شما در امو ابتدا میخواستم با یک مقدمه تا ما به گذشته خود مرور نکنیم، گرچه من نظر ندارم که یک مرور به گذشته شود، با
مثال های گفتن نشه ما به نتیجه نزدیک نمیشیم. من باورم اینه که مجریان و مدعیان حقوق بشر که خود مجری میدانه یا همین گزارش ریچارد بنت که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، اینا وقتی گزارش ها رو میدن مثل ده ها و صد ها گزارشی که در گذشته ها در حکومت های مختلف در دوره های مختلف داده، چون در افغانستان متاسفانه نقض حقوق بشر از دو مجرا میشه، چی بوده؟ هم سیستم دولتی و رسمی بوده و هم سیستم غیر دولتی و رسمی. بعضی جریان ها در دوران طالبان، من باورم بهیه در دوران امارت اسلامی هم این باشه ولی به نام اینا تمام شود. ولی مجریانی حقوق بشر، قدرت هایی که هست خود از اینا ناقضین حقوق بشر ها. امروز میبینیم که زورگویی هایی که مثلا کشورهای غربی داره یا مثلا آمریکا داره که اینا نقشی بسیار مهمی در قضایای دنیا مخصوصا افغانستان داره، لذا اینا خودشان ناقضین حقوق بشر و اینا نتیجه هم نمیتر. و بعد اگر اجازه دادین در این رابطه خوبه که یک بحث مستقل و جداگانه گرفته شود و یک مروری به گذشته افغانستان که نقض حقوق بشر در امور زنان، در امور رسانه ها و خبرنگارا، در رابطه با افراد ملکی صورت گرفته و بعضی نواقض و بشر که در گذشته بوده بدتر از این دوره بوده. ما باورمندیم که این بحران و این قضیه را خود غربی ها و خود کسایی که در سازمان ملل نقشی اساسی و کلیدی داره اینا طرح میکنه، لذا این به نتیجه نمیرسه. و حتی در گذشته ما داریم شاهدیم که نماینده ای که از طرف سازمان ملل و حقوق بشر در افغانستان بود خود از اون عضویت حزب سیاسی را داشتن و به گونه علاد اهمی گزارش عدالت انتقالی را به نفع یک حزب چرخانده بود. اینا مسائل است که آدم باید بررسی کنه و بدانه که بازی های پشت پرده چیه و این که نمیشه. حالا ما نمیگیم که نقض حقوق بشر نمیشه فعلا در دولت سرپرستی، این چیزا صورت میگیره، ولی تا هنوز کسایی که مدعیان اجرایی حقوق بشر در افغانستان و یا در دنیا هستند خود از اینا ناقضین حقوق بشر. من نظرم کلا اینمیست. بله، حالا مسئولیت حکومت سرپرست شاید چی باید بکنه تا اتهامات جلوگیری شود؟ مسئولیت حکومت سرپرست همی یک بسیار شفاف از یک طرف وظیفهشان است با مردم مهربانانه رفتار کنه، از اجحاف و ظلم و حق تلفی هایی که در گذشته در حکومت های گذشته بوده از اونا باید عبرت بگیره و در این حال اینا باید یک فراخوان بده که در یک گفتمان یا نشستی که در یک سطح کلان یا همین خودی سازمان ملل نظارت داشته باشه یک گزارش به صورت شفافی را کنه. در غیر از او حالا اینا مگر رد کنه به جایی نمیرسه، اونام که اتهام وارد کنه هم به جایی نمیرسه، چون هم عاملینش ناقضین حقوق بشر و هم کسایی که این اتهام برایشان وارد میشه اینا باید مستند و شفاف جوابگو باشه در حضور مردم افغانستان. تشکر حسین صاحب. شیرانی صاحب، لذت صاحب وایید دقیق گزارش که راغلی مسئله ده زدکر باره که مکتبونه و پندونونه تروس تلیلی دیم دقیقه یو نقص ده حقوق بشری دست سازمان ملل و بنت ورته اشاره کهی گور ما مخ که تاسته اول چی برو پا ده افغانستان اسلامی امارت لراتک سره تقریبا سل پسله نه ده تیه سله نه چی منگو خوده چی ده بشر که اغا نردی که خیزی دی دغه د حقوق مراد سوی د اسلام په چوکاټ کې د اسلامي اصولو سره برابر دغه شل سلنه چې موږ ورته اشاره کوله خو همدغه هغه د ستونزې دي چې د کمې توم پاتې دي د مکتبونو د خلاصولو د پانتونونو د خلاصولو او زموږ خویندو ته د کار د اجازه ورکولو هغه په خارجي موسساتو کې که په دولتي اموراتو کې دوی ته باید د کار اجازه ورکړل سي. دا په بار بار موږ دا خبره کړې دا په دې ځای نه چې دوی خو ګوره دوی یو مخیزه د راپور چې کله دوی جوړوي ټول نقض دی
اده حسینی صاحب خبر از دوی حق ناقضین دو حقوق بشر هیچ پر دنیا که نن گوره نن په غزه کی په فلسطین کی اسرائیل چې د دنیا لوی ظالم ترینه وحشت ترینه انسانان دی او غزه او فلسطین کی په زرګونو کسان هر شپه سلګونو کسان زرګونو ترسیږي د لورځ طلب کیږي کورونه ورانیږي بمباریږي په رختونونو باندې بمبار کیږي هغه ته بایدن د برتانی جمهور رئیس جیو سید رازم د فرانسیس د نوبت باندې ورځي او هغه د اسرائیل پشتبانه کوي او وایي چې دا تازه ډیر ښه کار کوي او دا د دوی قانوني اصولي حق دی چې دوی غزه بمبار کړي او دوی په خلکو باندې اوبه او ډوډۍ وسایل طبي وسایل هر څه باندې ګوره د هغه حقوقي بشر دی چې تا د غزې د اتلس ورځې نولس ورځې کیږي چې په غزه او فلسطین کې څه حالات دی خو دوی هلته په افغانستان کې چې امن و امان دی عدالت دی عدالت برپا دی اسلامي نظام برپا دی څوک چاته څوک نشي ویلی چې له دې زاجک څه هلته کښېنه څوک د چا په حق کې تلفي نشي کړی تېره شپه ما د حقوقي بشر وایي د امر بالمعروف د ویان خبرې واورېدې وي تاسې په ټول افغانستان کې وي دوه نقض زمونږ د محتسبینو له خوا نه شوي چې یو په دشتي برچي کې سوی چې یو ډریور په څاپېړه ولې په هغه په عین حال کې هغه کس وزیر غواړي هغې نه معذرت غواړي او بالاخره هغه محتسب هغه له خپلې وظیفې دندې لرې کړي بل نقص په مزار شریف کې شي چې تاسې ولیده چې په مزار شریف کې یو ډریور ته څاپېړه ورکړي محتسب چې تا له ښځه بې محرمه کښېنولی ده هغه هم مونږ ته امر کوي وزیر صاحب چې تاسې هغه کس له وظیفې نه برها لرې کړئ او هغه کس نه معذرت وغواړئ خپله د حقوقي د امر بالمعروف ریاست د مزار شریف د هغې نه معذرت وغواړئ ګورئ دغه دوې بېلګې دی ده ول چې په بدخشان کې خلک په ګیرو تهدید شوي بهزاد صاحبي په پلانکي ځای کې دا شی ګورئ یو احسنای یو کس می شخصی یو مسئله چیرته پیکوی زوته بحث کو په بحث کړو زما خو د اسلامي امارت پالیسی ده نه ده هغه پالیسی ده نه چې توصیه وکي د خلک د اسلامي اصول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر طریقه خلکو ته دعوت ورکي اوس ما د تېره شپه بحث و د شمشاد کې په یو خوا اوتکي صاحب ناست او بل خوا د شمشاد هغه علیزی صاحب ناست امر بالمعروف ویان پکې ناست و ولی ګوره اوس ته دم بګیرې دم پکې زه په ګیره ناست یم او کله دم داسې نه ده واقع شوی نو زه وایم چې دا د اسلامي امارت پالیسی نه ده دا یو شخصي ګوره دا یو شخصي نظر دی چیرې به چا جرم کړی وي چا به خیانت کړی وي خو هغه د اسلامي حکومت پالیسی چیرې نسب دغه مکتب و پوهنتونونه دغه ته اشاره کوي دغه نقض حقوق بشر دی دا نقض حقوق بشر هغه وخت وي چې کله یو څوک د څه شنه منکر شي چې دا تعلیم نشته د تعلیم سر دوی وای چې مونږه تعلیم ورته اجازه ورکو خو مونږ لار ورته جوړو مونږ بستر ورته دا ځندیدل څه منستر راغلی خو ځندیدل خو د حکومتونو د سنځې دي دا مونږ منو دا مونږ په خپل اسلامي امارت مشوره ورکړي په خپل اسلامي یعنی دا نقص نه دي دا نقص نه دي نقص نه دي دا یو څه ځند پکې راغلی دی نقص هغه وي چې کله یو څوک د چا حق طالب کړي د چا حق چا لا پکور کړی وي هغه حق ځینې واخلي لکه د ژوند حق دی د تعلیم حق دی بله دغه شریني صاحب دغه څه منه سوي دي دوه کاله د درس نه د مکتب نه او پوهنتونونو نه فکر کوي دغه به څنګه جبران سي یو ځوان داسې مثلا مکتب پرې ښایي پوهنتون پرې ښایي دا بار بار ما دا خبره تکرارم د تکراري راځي ګورئ کله چې په تېر جمهوریت کې مونږ وایو چې بعضی وخت کې وایو چې تېر جمهوریت ته باید مونږ مقایسه نه کړو مجبور یو چې مونږ کله لاړ شو په تېر جمهوریت کې په کورونا په لحاظ باندې دوه کاله مکمل د نر او د ښځو دیني مدرسې عصري علوم ټول بند وو پوهنتونونه مدارس مکتبونه حتی په جوماتونو کې لمنځونه بند وو حتی په جوماتونو دخترونو لمنځونه بند شو خو ګوره ډېر په لنډه ټوکې کې ګوره چا اواز نه اوس دوی د دې ممانع نه دي چې دوی د تعلیم حق واخلي دوی د کار حق واخلي ګوره په سکتور خصوصي کې زموږ خویندو ته دوی په مزار شریف کې په کابل کې په هرات کې په ننګرهار کې دوی مننه شیرین صاحب بیا بره وګرځو مهمه لري په سکتور خصوصي کې د بیا بره وګرځو شیرین صاحب نورازو دي ته چې دوی د حق ورکړی دی او ورکوي ځکه دا لا ورکړی دی دا دوی نشي اخلی خو په ځنډولو محلو په شرایطو شرایط نامناسب دي باید شرایط برابر
آقای دیزاد، حالا آقای بنت از سرگیری یا آموزش داری گزارش گفته که در افغانستان ضروری است. همواره که از سوی کشورها حالا مطرح شده مسئله آموزش و همچنان حکومت سرپرست را رد کرده، گفته مداخله از در امور داخلی افغانستان. حالا فکر میکنین مسئله آموزش چه زمانی حل خواهد شد؟ گرچه حکومت سرپرست نگفته که حالا من است در کل، ولی روی اصلاحات حالا 2 سال گذشت و تعطیل است. بله. ببینید، من در قدم اول میخواستم یک موضوع را خدمت شما عرض بکنم که مسئله امنیت یک مسئله بسیار بزرگ در هر صحبت انعکاس پیدا میکنه. طبعاً که او بمبگذاری ها در دانشگاه ها، در مارکت ها، در مراجع عامه دیگه صورت نمیگیره، طبعاً که یک چیز خوب است و انکار از پدیده های مثبت جامعه هم عادلانه نیست. اما ما سر نقاط انگشت میگذاریم که اونا جامعه را به طرف بحران برده میره. انسان ها از حقوق و آزادی های انسانی و ابتدایی خود که هیچ کدام از اونا با اساسات اسلامی در تناقض قرار نداره، از اونا محروم ساخته شده میرن. من پیشتر اشاره کردم که یکی نظر عمومی است که یک نفر در روی سرک وقتی که آزاد میگرده میگه همه چیز گل و گلزار است. اما موضوع حقوق بشر، مسئله حقوق که آنها به او ضرورت سیاسی و اجتماعی دارند، اینا در افغانستان محدود است. به دلیل از این که در افغانستان هیچ گونه سند حقوقی به عنوان قانون اساسی وجود نداره که بخشای مختلفی زندگی جامعه را تنظیم انسان ها به سادگی دستگیر میشن. از این نباید انکار کرد. انسان ها به سادگی مورد لاتکوب قرار میگیرند. مسائل تصویری، آخرین تصویری که از ولایت تخار که وجود داره در میدیا که جوان ها شکایت میکنند که آقای دیزاد، مسئله آموزش که 2 سال تعطیل بود و حکومت سرپرست میگه کار صورت میگیره تا به نحو درستش بازگشایی شود. آقای شیرانی میگه که نقض حقوق بشری پنداشته نمیشه چون حالا منع نشده و در کل گفته نشده که من از آموزش دختران در افغانستان. فکر نمیکنه نقض حقوق بشری است؟ وقتی طبعا که نقض حقوق بشری است، وقتی که 2 سال، بیشتر از 2 سال دختر و زن جوان از حق تحصیل محروم نگه داشته شود، 2 سال زندگیش از دست میده، 2 سال از زندگی انسانیش پس میمانه. و طالبان میگن که ما منتظر هستیم، اما در تاریخ یک قرنه بشریت مدرن کنونی هیچگاه واقع نشده که یک حکومت 2 سال مصروف باشه که سیستم تنظیم بکنه. این کاملا واضح است که ممکن است یک تعداد از سران طالبان به این مسئله مخالف باشه، اما تعداد زیاد هستن که به این مسئله کاملا در تضاد قرار دارن و میگن که خود آقای ستانکزای که یک فیگور کلیدی طالباست، خودش گفت که مانع تحصیل دخترها یک تعداد مردم هستن که در قریه های دورده زندگی میکنن. اونا اثرگذار هستن سر پالیسی دولت. و یکی از فیگورهای کلیدی طالبا گفتن که تنها 5% مردم میگن که باید زنها صاحب حق تحصیل شوند، اما متبقی 95% کسایی است که در خارج هستند. شما 36 میلیون نفوس داخل افغانستان به حساب نمیگیرید، اما سر و صدایی که انسان جامعه مدنی زن میگه، فقط میگه بگذاری که ما تحصیل کنیم، حق ما حق حیات است و تحصیل یک بخش از حق حیات است. صرف نظر از اینکه ما سر مسئله حقوق بشر گپ بزنیم، سر کشورهایی که دخالت نامشروع در مسائل افغانستان دارن، اینا هر کدامش تداوم پیدا کرد در 45 سال آخر. همین حال پاکستان ببینید که 1.4 میلیون انسان افغانستان زیر فشار قرار میده و این کلش ناشی از سیاست ها و زدبند های عقب پرده است که اونا را وادار می سازن کل انسان های آسیب پذیر به افغانستان می و به مشکلات عدیده و مشکلات مختلف مواجه شوند. ما این موضوع حق بشری را خود انجمن ما، انجمن سراسری حقوقدان افغانستان در اسناد زیاد مطرح کرده بسیار با وضاحت که چرا این حق
یک حق حیات است. چرا حق طبیعی یک انسان است که باعث یک انسان، باعث یک مخلوق خدا زاده میشه و استفاده میکنه از نعماتی که خود خداوند برش داده، و یکی از حق تحصیل است، حق دانش است، حق استفاده از توانایی‌های انسانی است که انسان میتونه برای خودش، برای جامعهش، برای خانوادهش او را ارائه بکنه. متاسفانه از این حقوق محروم ساخته شدن. و دو سال شما فکر نکنید که دو سال یک لحظه است که بگذارید که سیستم تغییر کنه. من متاسفانه در این مسئله بسیار زیاد نه تنها که متاسف و متاثر هستم، بلکه یک نقص جدی حق یک انسان جامعه افغانستان میدانم. سپاس آقای دهزاد. آقای حسینی، حالا معزل حقوق بشری و بخصوص حالا که مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل که منع آموزش نقض حقوق بشری است، تحلیل شما از این چی است؟ آیا آموزش که منع شود نقض حقوق بشری گفته میشه؟ بله، آموزش جزء نقض حقوق بشری است. گذشته از او اگر واقعا بشریت عمل شود، شریعت علاوه که بر محدودیت های زمانی و مکانی که ما زیاد داریم از فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام است که محدودیت های زمانی رو برمی‌داره، در آموزش محدودیت های مکانی رو برمی‌داره و محدودیت های فردی رو برمی‌داره. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یک فریضه، یک واجب بر زن و مرد مسلمان. لذا اگر تحصیل محدود شود، این نقص گذشته از یک نقص بشری است، خلاف شریعت هم گفته می شود و این محدودیت نباید باشد. و من در این قسمت امیدوارم که دولت سرپرستی و انتظار از این میره که به سیستم عدالت توجه کنه، آزادی بیان و رسانه ها، آزادی مذهبی، همینطور حقوق زنان مخصوصا در تحصیل باید جدی بگیره و این جزء نقض حقوق بشر حساب میشه. بله آقای حسینی، حالا کار روی جریان داره، حکومت سرپرست میگه، جهان هم که اشاره میکنه، موارد داخلی را گفتن، اونا صدمه میزن از حکومت سرپرست. فکر میکنین که این مشکل آموزش زمان حل خواهد شد؟ البته دلایلشان مربوط به خودشان و آنچه که مهم است نباید فرصت ها از دست بره و حداقل در این دو سال باید یک تصمیم میگرفت. من بازم همین کارم، حالا او که جناب آقای دهزاد گفتن که بله، آقای استانگزه ایگه گفته که از قریه ها و اینا افرادی آمده که مخالفت میکنه، نه با اصلا امی قدرتی که به امارت اسلامی تسلیم کرد، خب اینان یک برنامه کلان بوده و اینا هم از یک مدیریت برخوردار. فعلا انصافا آدم از حق نگذره، امنیت سرتاسری رو در افغانستان تعمیم کرده و از این جهت ما خیلی به این حرفا خوشبینانه نیستیم و بازم این برمیگرده به سیاست جهانی. بله، فکر میکنین اگر مسئله آموزش حل نشه آقای حسینی، افغانستان به سمت بی‌ثباتی در حرکت خواهد بود؟ نه، آموزش هیچ با بی‌ثباتی ربط پیدا نمیکنه. آموزش باید امارت اسلامی هم واقعا اگر احساس مسئولیت کنه، همونطوری که از شریعت حرف میزنه، این محدودیت باید برداشت نشه. بله، حالا من آموزش یا جامعه که از درس دور باشد، چی فکر میکنین که چی چالش هایی را برای مردم و همچنان زیانبار است برای جامعه؟ بله، معلومه ما فردا همینطوری که کسایی که از شریعت حرف میزنه، اگر یک همسرشان مثلا دخترشان نیازی به یک دکتر پیدا کنه، یقینا اینا شریعت در نظر گرفته به دکتر مرد مراجعه نمیکنه و همینطور به یک استاد زن نیاز داره. لذا افغانستان متضرر میشه با این محدودیت. و فکر میکنین که به زودی حل خواهد شد این مشکل که همواره خط سرخ جهان هم است و حکومت سرپرست میگه که مداخله است در امور افغانستان؟ ما خوشبین نستیم. البته نمیشه که تحلیل کرد، بازم باید یک تضمین وجود داشته باشد و خود حکومت سرپرستی در این رابطه باید یک اطمینان جدی به مردم بده و یقیناً
اگر همونطوری که در دیگه امورات موفق بوده، در این امور هم میتونه و یک زمان مشخص را اعلان کنه که تا این زمان ما کارشناسای ما روش کار میکنه و برنامه ریزی داریم و امیدواریم که این قضیه شد شود و این به گفته های وعده هایی که به مردم افغانستان میده خلاف وعده عمل نکنه و اون به اعتمادی که حکومت های پیشین نسبت به مردم افغانستان ایجاد کرده بود امیدوارم درس عبرت باشه برای حکومت سرپرستی. سپاس. شهرنیس حسینی صاحب باید باید یو تضمین رئیسی یا وقت ورته مشخص کرسی مثلا ستر دغه کلو پورې آموزش مشکلات لري، دا مشکلات باید حل شي، ولی دغه مسله تر اوسه روښانه نه ده. دغه ګوره موږ په بار بار دا خبره کړې ده چې اسلامی امارت په دې کې بیړه وکړي، اسلامی امارت په دې کې اقدامات وکړي، اسلامی امارت مسئولیت لري د هر حکومت چې هغه حاکم وي، هغه د نرو د ښځو د هر حق چې هغه لري، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د ژوند کولو حق دی، هغه که د کار حق دی، د هر څه حق دی، هغه که نر وي که ښځې وي، هغه د وخت حکومتونه مسئولیت لري چې دوی دپاره کار ورکړي. مونږ په بار بار دا خبره کړې ده، اوس بیا کوو چې اسلامي امارت په دې کې کوشش وکړي، لکه حسیني صاحب چې اشاره وکړه چې په نورو عرصو کې اسلامي امارت موفق دی، کامیاب دی او تر ډېره حده یې خلکو ته قناعت ورکړی دی او د ډېرې لاسته راوړنې لري. په دغه کې د هم لویه لاسته راوړنه راوړي او دنیا ته ده وښیي، اسلامي نړۍ ته ده د یو الګو په توګه وښیي چې مونږ ته تعلیم د حق تعلیم مخالف نه یو، مونږ د زده کړو مخالف نه یو، مونږ د خویندو د کار مخالف نه یو، بلکې مونږ د دې دپاره چې مونږ نړۍ ته وښیو چې مونږ د کار مخالف نه یو، د تعلیم مخالف نه یو، مګر دغسې په دغسې چوکاټ کې چې هغه اسلامي ارزښتونه، افغاني ارزښتونه، دیني ارزښتونه ټول پکې ځای په ځای وي او په هغې سره وکولی چې زمونږ خویندې لونه میندې په ډېر عزت آبرو سره خپل تعلیم وکړي، خپل د تحصیل دوره پای ته ورسېږي، خپل د کار ته لاړې شي، په ډېر د امن په فضا کې د امن په یعنی دا اسلامي امارت ته په کار دی چې دوی په دې کې جدیت وکړي، په دې کې دوی هغه خپله دا ښه خبره دا وه چې دلته یا د تحصیل او تعلیم وای یعنې تاسو وایي جدیت نه ده سوی پکې تر اوسه، یعنی دومره نه دی شوی، خو دوی په بار بار دا خبره کوي چې مونږ په دې کار روان کړی دی، خو دا کار سست دی، کند دی، دا باید جدي کړي، دا باید تیز کړي، دا باید تیز کړي. مونږ په دا خبره اوس هم کوو، مخکې مو هم کړې ده، په بار بار له مختلفو رسنیو نه هم کړې ده، بیا اسلامي امارت دا مشوره ورکوو چې دغه یو ابزار په توګه خارجانو ته نړۍ ته په لاس مه ورکړه، که څه هم دا زموږ داخلي مسله ده، مونږ افغانان د خپل غورځن دا د خارجانو هغه نه دی چې مونږ ته فرموله راکوي، مونږ ته په مونږ فشار راولي، خو دا زه وایم چې دغه د یو ابزار په توګه باید خارجانو ته په لاس ور نه کړل شي، د هغې له دې نه سو استفاده ونه کړي. نور خارجان نه لري څه شی چې د افغانستان په اسلامي امارت باندې، خو نه دلته د انسان حق تلب سوی، نه دلته جنگ شته، نه دلته وژنې شته، نه دلته بمبار شته، نه دلته نیونې شته، نه دلته ځورونې شته، نه دلته پلیګونونه شته چې خلک ژوندي په خاورو منډل کېږي، نه نور مشکل شته، نه د خلکو سره د بزنس کې څه مشکل خلکو ته جوړ دی، تجارت کې خلکو ته جوړ نه دی، یعنې هر څوک آزاد دی چې په خپل هر قوم کولی شي چې په هر منطقه کې، په هر ساحه کې، په هر ولایت کې خپل آزادانه کار وکړي، حتی خارجانو ته د افغانستان ګوډ ګوډ خاور د افغانانو د پارک په خدمت کې ده، که نر دي که ښځې دي، دوی کولی سي په آزاده فضا کې خپل بزنس وکړي، خپل تجارت وکړي، خپل تعلیم، خو موږ وایو چې دغه کار هم تاسو وکړئ، دغه کار چې د تعلیم حق دی، دا چې خلک ورته یوه لویه معما ځینې جوړه کړي په هر بحث کې، دا خبره کنه دا تکراري خبره ده، دوه کاله خبره ما ورته وویل چې ګوره دغه اسلامي امارت په دې کې باید یو جدیت وکړي، دا کار ښه دی، موږ وایو چې د دوی لاسته راوړنې کې به نور هم دا اضافه شي. ښه خبر دا ده، خو دغسې نقص لکه خلک چې وي چې دا نقص دی، دا تعلیم معطل اخیستل شوی دی، داسې نه وایي دا خلک، ګوره دوی د تعلیم د بندولو او ماتولو پارک نه کوي، بندول هغه ته وي چې د یو چا نه حق واخلي چې د تل دپاره بند دی او ته د دې حق نه لرې چې تعلیم وکړي، لیله کوره ووځي، لیه دا وکړي، لیه دا وکړي، یو وایي ته چې ته موقتا که تعلیم کې په دغه چوکاټ کې وکړه، مونږ تا ته چوکاټ برابرو، مونږ تا ته بستر، مونږ تا ته حجاب برابرو، مونږ تا ته ترانسپورټیشن برابرو، مونږ تا ته جدا پانتون جوړو، جدا مکتب درته جوړو، جدا لاره درته جوړو، دا بیا د وخت حکومت په دې کې باید حکومت
مسئولیت بودجه لږ زیاته کې په دې سره کې لږ مصارف زیات وکړي تر څو په کم وخت کې وکولی شي دغه مشکلات او ستونزې حل کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزې هم حل شي او خلک بعضې ورونه مونږ وینو چې وایي چې زه مجبور یم چې خارج ته سفر وکړم لیا ته لاړ شم هجرت وکړم لیا ولاړ شم بهر ته لاړ شم د خپلې لور د تحصیل دپاره د خپلې خور د تحصیل دپاره د هغې مخ هم باید ونیوسي او هغه مهاجرین چې اوس د افغانستان څخه وځي باید د دوی دپاره د کار د اشتغال د کار پیدا سي د دوی دپاره کار زمین که څه هم چې اسلامي عمر په ډېر عرصه کې تر ډېره حده کامیاب دی چې لوی لوی پروژې شروع کړي لکه د ګوشتې پې کانال دی همداسې نورې د کندار کابل سړک دی سالنګونو سړک دی همداسې په هر ولایت کې ښاروالۍ کارونه دي د تیلو هغه دی ټاپي په پروژه کار روان دی مسې عینک باندې کار روان دی یعنی دغسې یو وخت کې به تاسو موږ تازه دي شاهدانو چې افغانستان به یو داسې هیواد وي چې بیا به په افغانستان کې کارګر نه پیدا کېږي بیا به له بهر نه ملکونه راځي خو موږ وایو چې دا خو لږ موږ ته هم حوصله پکار ده او حکومت هم لږ پکار ده چې په دې حیصه کې جدیت وښیي او خصوصا دغه د تعلیم په حیصه کې موږ وایو چې دا اسلامي امارت په دې کې تر ډېره حده کوشش وکړي چې دغه غوښتنه چې څومره نور باید حوصله وسي دوه کاله تېر سو څومره نور څوکزه خو یم چې دا خو دغه باید مشخص دا خو باید تحصیلاتو د ویان څخه پوښتنه وشي د معارف د ویان څخه پوښتنه وشي موږ خو د دولت تاسو ویاندار نه یو فعال سیاسي کارپوه څه تحلیل لرئ دی نه تحلیل خو دا دی زه وایم چې په دې کې دوی جدیت وکړي دوی دا کار په ډېر کم وخت کې راتلونکي کې که جدیت وښیي دا موضوع به حل سي ایو انشاءالله حل کېږي او د حل کېدلو وړ ده دا حل کېږي دا زه تاسو ته د دغه توربینه وایم چې دا به یوه ورځ حل کېږي خو چې څومره وخت به سړی مشخص کولی نه شي که نه موږ په دې کې په دې باور یو چې اسلامي امارت په دې کار روان کړی دی پوره مې برابر کړی د دوی دپاره ترانسپورټیشن برابر کړی دی د دوی دپاره په ډېرو حسینی صاحب او بهزاد صاحب د سازمان ملل خبرې که پرېږدو شیرینی صاحب دوی وایي دغه نقص ده دغه من تروسه ته مکتب ته نه دي تللی نقص نه ورته هم دا خود هر سړي خپل شخصي نظر دی نقص هغه ته وایي چې سړی د یو چا د حق نه نقص هغه ته وایي چې سړی د یو چي د شي نه انکار کوي هغه ته نقص وایي بیا به راوګرځو جنبندي کوي شیرینی صاحب ډېره مننه د یو وخت پورې معطل وي مننه آقای دهزاد بس را جنبندی میکنیم راه حل چی از چه زمان این مشکلات پایان خواهد یافت؟ خب این سوال است که برزی در با تحلیل و تجزیه و تجارب دو سال آخر بسیار مشکل است که یک جواب دقیق برش پیدا کرد چون همه چیز گنگ است در طول دو سال وعده ها داده شده به او عمل نشده از نظر ما در قدم اول اولین قدمی که در جهت مشروعیت میتونه که مؤثر باشه ایجاد یک قانون است که تمام بخش‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه را با در نظر داشته تمام خصوصیات جامعه افغانی او را تضمین بکنه و دولت یا حکومت مجری یا تضمین کننده همین حقوق و قانون باشه در قدم دوم من فکر میکنم بسیار مهم است که تنها و تنها امنیت که مردم آزاد اینجا بره این مجموع حقوق انسان نیست حق انسان حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق مذهبی، حقوق حق در سیستم دولت با ترکیب اتنیکی که افغانستان امروز داره اینا همش مسائل است که باید در یک مجموع عموم مسائل رای حل خود را پیدا بکنه وقتی که قانون وجود داشته باشه وقتی که حق شهروند افغانستان در حقوق در قانون تضمین شوه خود به خود حکومت مجبور میشه که رای حل را برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها باز بکنه و مجبور میشه که پروسه های حقوقی را در بخش‌های جرایم در بخش‌های عدلی و قضایی در نظر بگیره اینا مسائل بین المللی است که تجارب خوب به انسان جهان شکر. داده که چگونه ای اساسات علمی و آموزشی و تجربی استفاده کنه اینا نه گناه هستند سپاس. و نه در تناقض با شریعت اسلامی هستند قطعا تشکر حسینی صاحب رای حل چی است به تحلیل شما؟ رای حل من امیدوارم حکومت سرپرستی به بدهایی که میگه عمل کنه رای حل یکی بزرگان افغانستان
در سرنوشت خود خود تصمیم بگیره، هیچگاه دل بیگانه نمی‌سوزه، مخصوصا کشورهای همسایه ما، همسایه‌های ناجوانی داریم ما، تصمیم گیرنده خودشان باشه. رای حل اینه که کسایی که مخالفت داره با این حکومت سرپرستی، اینا هم در صدد تشنج و تحریک احساسات مردم نباشه و رای حل رای گفتگو بدانه بین الاخوان. خارجی ها هیچگاهی حتی سازمان ملل هم به مشکلات مردم افغانستان نخواهد خورد. من این نکته را اضافه کنم، حدود 9 سال در سمت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر سیما سمر در افغانستان فعالیت کرد. یک از ناقصین بشر همی نماینده خود حقوق بشر رئیس کمیسیون مستقل است که اگر یک برنامه مستقل جداگانه باشد، در این رابطه شواهد و مستندات هم وجود داره، از جمله نشر گزارش عدالت انتقالی را قوامی و جریانی که عضویت داشت چی داشت. من امیدوارم که انشالله که حکومت سرپرستی و از طرف دیگه سیاسیون افغانستان خودشان در باره سرنوشت خود تصمیم بگیره و چیشون به هیچ قدرت بیگانه نگذاره. ناقضین حقوق بشر را ما شاهدیم. تشکر حسینی صاحب، فرصت تمام است. با معذرت شیرانی صاحب، ده الله رسد از چه وقت بامده مشکلات خلاصیه و تحلیل دست شایده چه باید وسی؟ ده الله را داده چی در افغانستان اسلامی امارت لکه کمی چی پا در امنیتی لحاظ بانده دوی خپل لاست روانه نیلری، پا اقتصادی لحاظ دوی لاست روانه نیلری، پا سیاسی لحاظ دوی لاست روانه نیلری، در دیر حد پوری هم دستی پا در تعلیم پا حکی هم دوی باد لاست روانه نیلری، زمونگا خواهین دوتا، زمونگا ورونو تا در تعلیم تا زمینه برابره که در دوی در پارا پانتونونا، مدرسه، مکتبونا، هم دستی تعلیمی دانشگاه و هر جای چه هر تا سیمینارو نوی ورکشاپو نوی زمونگا خویندی زمونگا ورونه طول پا دیکی او زمونگ دا ورونه خویند و دا پارا پا اغا نرای وال ستیش که باید دوی دستی دا تعلیم زمینه برابره که چه زمونگا خویندی وکولشی چه زمونگ دا پارا یو دستی تعلیم وکلی اغا سی عرصا که تعلیم وکی چه اغا مونگ برت ضرورت لرو وست مثال که مونگ پا تیب که مونگ اشدی ضرورت حتی دا تیب مسئله که دا تیوی لحاظ باید زمونگ خویند تعلیم حتی زیم انزی دیر لور اغا جای لری زکا که مونگ چیره مونگ خویندی دکترانی ونه لرو زمونگ خویندی استازانی ونه لرو مونگ خویندی پا بواز نور عرصو که مثال پا پلیسو که ونه لرو پا پاسپورت و تسکیره که ونه لرو هم دست پا نور عرصو که ونه لرو در تلاشه پا بخش که مونگ ونه لرو مونگ بلا زیاد ده حتی دمرو بالمعروف پا بخش که مونگ باید خویندی ونه لرو محتسبین ونه لرو زکه چیز مونگ لخویند تا خپل امرو بالمعروف خپل خویندی وکری زمونگ علما و خویندش تری زمونگ پا دینی ورمو که فاسی زمونگ خویندی دیره تجربه لری ندوی باید غیر استفاده وکی او دغا چی اسلامی امارت پا نور عرصو که کامیاب دی پا دغا عرصه که هم کامیاب سی او خلگو تا ده خلگو پزرون و حکومت وکی خلگو خلق حکومت که زان و بوری او اسلامی او خلق هم حکومت سرم کاری وکی. سپاسگزار هستم از مهمانان هم که در این بحث با ما بودن، آقایان هر یک بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، سید جعفر عادلی حسینی عالم دین و عبدالجمیل شیرانی فعال سیاسی از ظهورتان به این برنامه. تشکر از شما بیننده ها که آخر خط را بیننده بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.